معاون مدیر تلویزیون ماهواره‌ای هنگ کنگ اعلام کرده است که منابع بسیار محکمی به وی گفتند که کیم جونگ اون درگذشته است. این شایعات روز گذشته نیز وجود داشت، اما در طول روز گذشته رسانه‌های کره شمالی در این مورد سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی نشان ندادند. همزمان یک تارنمای اینترنتی ژاپنی به نام شوگان گندای نیز ادعا کرده است که رهبر کره شمالی پس از انجام عمل جراحی قلب در حالت نباتی قرار دارد. از سوی دیگر رسانه‌های منطقه روز گذشته اعلام کردند چین تیمی را به همراه متخصصان پزشکی برای مشاوره در مورد وضعیت سلامتی رهبر کره شمالی به پیونگیانگ اعزام کرده است. در چین رسانه‌های رسمی حزب کمونیست این کشور که روابط نزدیکی با حزب کارگران کره شمالی دارند تا کنون در مورد شایعات مربوط به سلامتی کیم سکوت کردند. یک مقام حزب کمونیست چین هفته گذشته گفته بود معتقد است سلامتی کیم مشکلی ندارد و جای نگرانی نیست. رسانه‌های دولتی کره شمالی اخیراً گزارشی در مورد ارسال نامه‌های دیپلماتیک کیم و یا ارسال هدایا به شهروندان منتشر کردند، اما از انتشار گزارش یا عکس‌هایی در مورد فعالیت‌های عمومی وی خودداری کردند. روز چهارشنبه رسانه‌های دولتی کره شمالی اعلام کردند که کیم پیامی برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ارسال کرده است. کیم در این پیام از رئیس جمهوری سوریه بابت پیام تبریک به مناسبت سالگرد تولد پدر بزرگش تشکر کرده است. با این حال در دو هفته گذشته هیچ گزارشی درباره سفرهای رهبر کره شمالی یا عکس‌هایی از فعالیت‌های عمومی وی توسط رسانه‌های دولتی نزدیک به رهبر این کشور منتشر نشده است. رهبر 36 ساله کره شمالی آخرین بار در 11 آوریل در انذار عمومی ظاهر شد، زمانی که در جلسه حزب کارگران کشورش خواستار تدابیر شدید علیه ویروس کرونا شده بود. اما عدم حضور وی در مراسم بزرگداشت 108مین سالگرد تولد کیم این سونگ در 15 آوریل گمانه‌زنی هایی را در مورد سلامت وی برانگیخته است. وی از زمان تصدی مقام رهبر کره شمالی در اواخر سال 2011 سابقه نداشته است در این مراسم شرکت نکند. غیبت‌های کیم از انذار عمومی پدیده نادری نیست. برای مثال وی اوایل سال جاری پس از 21 روز غیبت در انذار حاضر شد. در سال 2014 نیز کیم حدود یک ماه از چشم عموم ناپدید شد، اما دوباره ظاهر شد. بعداً تایید شد که پزشکان کیستی را از ناحیه مچ پای او خارج کردند. کیم جونگ اون در سال 2011 میلادی و پس از درگذشت پدرش کیم جونگ ایل بر اثر حمله قلبی به قدرت رسید.